ابو سیمبل برای ماهوند پیام میفرسته و او رو برای یک پیشنهاد دعوت میکنه. اما وقتی که ماهوند میره و دیر برمیگرده، بین نوچه‌هاش اختلاف میفته و اونا نگران میشه. وقتی که ماهوند برمیگرده انقدر خسته است که انگار از شدت خستگی داره از پا میفته، انگار که با یک دیوی دست و پنجه نرم کرده. و بعد به نوچه‌هاش میگه که ابو سیمبل پیشنهاد همکاری کرده، اما اونا نمیپذیرن و خالد و بلال میگن این یک توطئه است. اما ماهوند میگه ابو سیمبل از خدای ما الله اندکی التفات تقاضا کرده. در عوض این تقاضا ماهوند عضوی از اعضای شورای جاهلیه میشه که خدای بزرگ ما الله در دلش طریقی پیدا کنه و تصدیق کنه که فقط سه تا از 360 بت قابل ستایش و پرستش باشن. یعنی الله پرستش لات و منات و عزا رو جایز بشمانه. اما سلمان فارسی به ماهوند میگه که این یه دامه، این یه توته است. اگر قبول کنی بعدش تو رو کذاب خطاب میکنن و میگن چطور همون چیزی که تو خواستی رو جبرئیل به تو وحی کرده. ولی ماهوند بهش میگه که من گوش کردن رو خوب آموختم، نه گوش کردن عادی، گوش کردن همراه پرسش. غالبا وقتی که جبرئیل ظاهر میشه انگار که میدونه در دل من چی هست و من چی میخوام. انگار که جبرئیل از درون قلبم ظهور میکنه، از درون ژرفای روحم. باز سلمان فارسی میگوید اگر این را بگوییم با شعار لا اله الا الله مخالف است و آنها ما را مسخره میکنند. ماهوند میگوید میدانید که چقدر در جذب پیروان ناموفق بودم. میخواهم کاری کنم که ایمان آوردن آسان تر شود، اما این مردم هیچ وقت بت‌های خودشان را فراموش نمی‌کنند. بعد از نماز ماهوند یارانش را در آغوش می‌گیرد و می‌گوید پیشنهاد ابو سیمبل قابل توجه است. منظور این نیست که آن سه بت برابر با خدا باشند، بلکه ابو سیمبل فقط می‌خواهد آنها در میانه مقیاس الهی و در جایگاهی پایین تر از الله قرار بگیرند، مثل فرشتگان و شیاطین. ما وجود آنها را به عنوان موجودی بین انسان و خدا پذیرفته ایم. ابو سیمبل میخواهد این ثبوت به مجموعه فرشتگان الهی اضافه شوند. یاران پیامبر و حمزه با او مشاجره میکنند و قرار بر این میشود که ماهوند به بالای کوه برود و از جبرئیل بپرسد. راستی بچه ها تا یادم نرفته بذاریم بگم که از روی کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی یک فیلم هم در آمریکا ساخته شده به نام اینسپشن، که من قبلا اینو نقدش رو اینترنت گذاشتم، لینکش رو این بالا میذارم، تو زیر ویدیو هم میذارم، بعدا برید حتما اینو ببینید، خیلی جالبه. اگه دوست دارین این کتاب رو، اون زیبایی ها و خیال انگیز بودنش رو تجربه کنید، لینکش رو پایین این ویدیو میذارم، برید بخونید. من ویدیوهای دیگه ای هم دارم که توش به صورت علمی دین رو بررسی کردم، مثل خدای کوانتومی در فیلم ماتریکس و روح که به صورت فیزیکی و الکترومغناطیسی اون رو توضیح دادم توی ویدیوهای دیگه. اینا لینکش پایین این ویدیو هست. اگه خوشتون اومد و دوست دارین منو حمایت کنین، این شبکه رو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو هم لایک کنین.